اما همزمان با بحران انرژی و افزایش کم سابقه دمای هوا در ایران، رسانه‌ها از اختلال در فعالیت برخی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به دلیل قطع برق خبر می‌دهند. به گزارش تجارت نیوز، هفته گذشته برق بیمارستانی در محلات در حالی که 18 بیمار در حال دیالیز بودند به مدت بیش از 15 دقیقه قطع شده. رئیس یک بیمارستان در لاهیجان هم به دلیل بروز مشکلات جانبی به دنبال قطع برق در این بیمارستان برکنار شده. کمبود برق باعث شده این هفته علاوه بر بسیاری از صنایع و کارخانه‌ها، حتی بانک‌ها و اداره‌های دولتی هم تعطیل اعلام بشن. اما این کمبود برق از کجا ناشی میشه و آیا میتونه باز هم به خاموشی‌های گسترده‌تر منجر بشه و دامن بزنه؟ دولت برای جلوگیری از قطع برق خانه‌ها و اداره‌ها در ماه‌های گرم سال، برق کارخانه‌ها و صنایع رو به طور منظم قطع کرده. به گزارش روزنامه جهان صنعت، در سال 96 حدود 11% از تقاضای برق صنایع در فصل گرم سال تامین نشده. این رقم در سال جاری به 38% رسیده. میزان قطعی برق صنایع هم از 1200 در هفته در سال 1400 به 2400 در هفته در سال جاری افزایش پیدا کرد. 11 شب تا الان برق ما رفته حدود نیم ساعته و ما توی گرمای 40 درجه تهران بدون کولر و خنک کننده داریم سر میکنیم. درآمد ناشی از فروش برق به شکلی نامتوازن در بین بخش‌های مختلف این صنعت توزیع میشه. شرکت توانیر به عنوان خریدار انحصاری برق در کشور در سال‌های گذشته به طور میانگین سالانه حدود 15000 میلیارد تومان در بخش انتقال و توزیع برق سرمایه گذاری کرد. اما سرمایه گذاری در تولید برق از نیروگاه‌های حرارتی چه دولتی و چه خصوصی حدود 1/4 این رقم بوده. بر اساس جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ظرفیت کل نصب شده تولید برق که اینجا با رنگ آبی نشون داده شده و حداکثر توان تامین برق که با رنگ قرمز نشون دادیم، از سال 96 تا 1402 رو به افزایش بوده. اما در همین مدت اوج تقاضای مصرف برق در جریان بوده که با خط زرد نشون داریم، با سرعت بیشتری از حد اکثر توان عرضه، یعنی ستونهای قرمز، رشد کرده. چون پیک تقاضا با سرعت بیشتری نسبت به تامین برق رشد داشته، خطر کمبود برق به ویژه در زمان اوج مصرف هم وجود داره. پیش گرفتن تقاضای مصرف برق نسبت به عرضه باعث ایجاد ناترازی در تولید و مصرف برق شده. همینطور که در نمودار می‌بینید، ناترازی برق که بعد از 1400 تا حدی کاهش پیدا کرده بود، در سال‌های اخیر دوباره افزایشی شده. میزان تولید برق از نیروگاه‌های مختلف رو در این نمودار به شما نشون دادیم. نیروگاه‌های حرارتی که از سوخت فسیلی استفاده می‌کنند، با تامین حدود 80% از برق مورد نیاز کشور، بیشترین سهم تولید برق رو در اختیار دارند. با وجود سرمایه‌گذاری‌های هنگفت در برنامه هسته‌ای، فقط 2% برق کشور از نیروگاه‌های هسته‌ای به دست میاد. هزینه‌های گزافی که بابت نیروگاه اتمی صرف و خرج و حیف و میل شد که این روزا به داد مردم برسه، هیچ اتفاق نیفتاد. قطعی برق در سالهای گذشته همواره وجود داشته. قطع گسترده برق در شهرهای بزرگ در سال 80 حدود 30 میلیون نفر رو تحت تاثیر قرار داد. در سال 82 انفجار در خط انتقال برق باعث شد که برق در بخش‌های وسیعی از جنوب ایران قطع بشه. در سال 87 و دوران احمدی نژاد قطعی برق اونقدر گسترده شد که خاموشی‌های با برنامه انجام شد. اما گسترده‌ترین خاموشی ایران در سال‌های 99 و 1400 اتفاق افتاد که دلایلش استخراج رمزارزها، کمبود گاز و افزایش مصرف مشترکان خانگی اعلام شد. اگر که می‌توانند دور کند کولرها رو استفاده بکنند در نقاطی مثل آذربایجان و شمال کشور که هوا خنک شده، حتی ممکنه بتوانند از کولر استفاده نکنند. مقام‌های دولتی در حالی مصرف کننده‌های خانگی رو مقصر کمبود برق معرفی می‌کنند که به گزارش دنیای اقتصاد فقط 33% از برق و 25% از گاز تولیدی کشور صرف مصرف خانگی میشه. اما در محاسبه‌ها بخش اداری و صنایع کوچک هم به عنوان مصرف خانگی تلقی میشن و سهم مسکونی در برق و گاز 50% اعلام میشه. میزان مصرف برق در کشورهای مختلف در این نقشه نشون داده شده. همینطور که می‌بینید، کشورهای چین و آمریکا بیشترین میزان مصرف برق رو دارن. ایران در بین کشورهایی که مصرف برق در اونها متوسطه. اما در این باره بیشتر گفتگو میکنیم با دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی که از باکو با ما همراه میشن. آقای خاتین‌اوغلو، البته که صرفه‌جویی همیشه خوبه و بهش توصیه میشه در مصرف انرژی، اما چقدر باید مصرف کنندگان خانگی
سرزنش بشن، چقدر اونا باید هزینه این نامدیریتی در حقیقت در عرصه انرژی رو ببینن؟ بله، عرض سلام دارم. در واقع وقتی ما به آمارهای مصرف خانگی برق ایران و کشورهای همسایه یا اروپا یا آمریکا نگاه میکنیم، متوجه سرانه مصرف برق خانگی در ایران سالی کمتر از 1200 کیلووات ساعت هست، در حالی که مثلا در اروپا 1700 کیلووات ساعت هست، در آمریکا دو برابر این هست، در کشورهای جنوب خلیج فارس اگه به مثلا عرب ها نگاه بکنیم حتی بیشتر هست و چندین برابر ایران هست. یعنی مصرف خانگی برق در ایران چندان که مقامات ایران روش پافشاری میکنن که مهمترین عامل کسری برق هست نیست، عوامل دیگه‌ای دخیل هستند در کسری برق ایران. درسته در بخش خانگی هم میشه کارهایی کرد که مصرف برق رو کاهش داد، بعدن استفاده بهینه از انرژی کرد، اما در واقع مهمترین عامل کسری برق ایران بخش خانگی نیست. اما چطور میشه الان در چنین شرایطی این رو جبران کرد، این رو مدیریت کرد به نوعی؟ ببینیم، کسری برق ایران به حدی شدید هست که مثلا جمهوری آذربایجان یا ترکمنستان که بزرگترین صادرکنندگان برق منطقه هستند و حدود 10% برق خودشون رو صادر میکنن، اگه کل برق تولیدی خودشون رو تحویل ایران بدن باز هم کسری برق ایران جبران نمیشه. کجا مصرف میکنن این رو آقای خاتون‌اوغلو؟ اگر مقصر مصرف کنندگان خانگی نیستن، کدوم بخشه که بیشتر داره مصرف میکنه؟ خب یکی این که ظرفیت اسمی نیروگاه های برقی ایران بالای 90,000 هست، 90,000 مگاوات هست، اما حدود 60-70% این نیروگاه ها کلن از رده خارج شدن، فرسوده شدن. دوم خشکسالی هست، نیروگاه های آبی ایران با نصف ظرفیت کار میکنن. سوم اینکه نیروگاه های حرارتی مثل بخش اعظم این نیروگاه ها از نوع گازی و بخاری هستن، راندمانشون 29-33%. و مهمتر از همه 13% از برق تولیدی ایران در همون شبکه فرسوده انتقال و توزیع هدر میره، یعنی به اندازه 40% کل مصرف خانگی برق در ایران فقط تو شبکه هدر رفته انرژی داریم. و مسائل دیگه هم هستن، اینا دست به دست هم دادن. به علاوه این که اهداف رشد تولید برق ایران حتی نصفش هم طی یک دهه گذشته محقق نشده، تا اینکه ما هر سال کسری فزاینده برق رو در ایران مشاهده میکنیم. بسیار سپاسگزارم از شما. دالقا خاتون‌اوغلو، کارشناس انرژی از باکو، با ما بودند.